یک دمیان دنبال آشغال مور به اسم آشغال مور خدا شده بعد که تیموری میگن خدا شده به اسم غذای حیوان میگن برای حیوان میخوان ولی وقتی برسی بونه یعنی برای خودش میخوان همه چی شده ده برابر حقوقات ثابت قدرت خرید نیست ما خودمون که قصه و گوش نمیتونیم بخریم ببریم برای خونه تاسفانه نسبت به درآمدم و حقوقم نمیتونم گوش بخرم گرانی کالاهای اساسی زندگی را به کام مردم تلخ کرده است. گوشت یکی از کالاهای اساسی است که این روزها قیمت آن به شدت بالا رفته است. مردم برای خرید گوشت یخی در سرمای سخت ساعتها در صف می‌ایستند تا مقداری گوشت یخی ارزان به دست بیاورند. روزنامه حکومتی آرمان در این باره نوشت گوشت و مرغ رفته رفته از سفره مردم حذف می‌شود. قیمت گوشت تا 120 هزار تومان هم رسیده است. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد تنها میتواند نزدیک 9.5 کیلوگرم در ماه گوشت بخرد در حالی که یک کارگر با حداقل دستمزد در کانادا میتواند 100 کیلو گوشت بخرد چون قیمت هر کیلو گوشت در کانادا 18 دلار است و کمترین دستمزد 1800 دلار است اما وزیر کشاورزی رژیم با وقاحت در پاسخ به این سوال که چرا قیمت گوشت اینقدر گران است سر مردم منت میگذارد که خدا را شکر کنند که هست در حوزه گوشت و مرغ با افزایش قیمت مواجهیم دلیل این هم افزایش قیمت چی هم هست؟ با این شرایط که داریم اول باید خدا را شکر کنیم که هست ما بپذیریم که شرایط سختی داریم مملکت رو اداره ایران کشوری بود که همواره میتوانست که میزان گوشت مصرفی خودش را تأمین کند اما چه اتفاقی افتاد که مردم برای گوشت یخی باید به صورت تحقیرآمیز ساعتها در صف بایستند؟ این سؤال را وزیر کشاورزی روحانی به روشنی پاسخ می‌دهد. علت مافیای قاچاقی است که بخشی از این رژیم است. حجتی گفت در حال حاضر 2 میلیون دام از کشور قاچاق می‌شود. از غرب، شمال غرب و از بخش جنوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس برده می شود. یه مقدار قاچاق دام با توجه به این نرخ ارز و به کشورهای دیگه شدت پیدا کرد. اما برای همگان روشن است که قاچاق 2 میلیون دام در شرایطی که مرزها تحت کنترل نیروی انتظامی است نمی تواند کار قاچاقچیان خرده پا باشد. سوال اینجاست. چطور نیروی انتظامی هر روز کولوری را که برای لقمه نان کالا جابجا می‌کند را به گلوله می‌بندد و می‌کشد یا هموطنی را به خاطر چند گالون سوخت به رگبار می‌بندد اما خروج 2 میلیون رأس دام از کشور را نمی‌بیند واضح است که قاچاقچیان باید خودی باشند تا بتوانند این میزان دام را از کشور خارج کنند اما وزیر کشاورزی آخوند روحانی اسمی از قاچاقچیان به میان نمی‌آورد چون سرنخ این مافیا بدون شک به درون حاکمیت بسته است. رئیس شورای تأمین دام کشور که متولی این کار است میگوید قاچاق نقش برجسته‌ای در سیر صعودی قیمت گوشت را دارد اما رژیم مدعی است که با واردات کمبود گوشت را جبران میکند. که این رو ما ناچار هستیم اونی که به ما برمیگرده از طریق افزایش واردات یه مقداری مسئله حل کنیم که این رو شدت بخشیدیم. اما جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس رژیم گفت متاسفانه در واردات گوشت انحصار وجود دارد و واردات در اختیار چند شرکت قرار دارد که آنها هم اجازه نمی دهند که شرکت های دیگر به این پروسه وارد شوند. همین شرکت های انحصاری به ازای واردات گوشت به همین میزان دام زنده از کشور صادر کردند و منابع دامی کشور را خالی کردند. در واقع این شرکت ها هم از واردات و هم از صادرات گوشت سود می برند. گودرزی عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت رقمی معادل 3.5 میلیارد دلار ارز گرفتند برای واردات کالا که هیچ کالایی وارد نکردند. حسین راغفر یک اقتصاددان رژیم هم درباره سرنوشت 14 میلیارد دلار اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی تصریح کرد که 11 میلیارد دلار آن اصلاً به کشور بر نگشته است. از مبالغ باقی مانده نیست بخشی به واردات کالاهای دیگر اختصاص پیدا کرده است و بخشی دیگر به واردات کالاهای تخصیص پیدا کرده که مجدداً صادر شده و اصلاً وارد بازار ایران نشده
و بلافاصله بارگیری شده و به کشورهای همسایه رفته است. این میزان یغماگری و دزدی در تاریخ نمونه ندارد و نتیجه آن خالی شدن سفره‌های مردم است که ماه‌ها و سال‌ها رنگ گوشت را نمی‌بینند و جز با قطع کردن دست این دزدان مردم به حق حقوقشان نمی‌رسند.